افزایش تکان دهنده تلفات نیروهای امنیتی در یک ماه گذشته بیش از 500 تن کشته و بیش از 700 تن زخمی هستند. همزمان ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید که راهبرد تازه روی دست دارند و در ماه گذشته یا در جریان مثال طالبان یا مخالفین حکومت افغانستان ضربات محکم بر حکومت وارد کرده. در آغاز گزارش ببینین، بعد گزارش دوباره برمیگردیم به بحث ما در این میز. نبرد در حال گسترش است و ماموریت نظامیان افغان هم پرچالش. همزمان با افزایش تلفات نیروهای امنیتی در این نبردها، جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا از عملی ساختن برنامه‌های تازه خبر می‌دهد که منجر به کاهش تلفات نظامیان افغان خواهد شد. وزیر دفاع آمریکا هرچند از دادن جزئیات این برنامه خودداری کرده، اما این را گفته که شیوه جنگی نظامیان این کشور در افغانستان در برابر طالبان عوض می شود. آنها در سال گذشته تلفات سنگین به نیروهای افغان و آمریکا وارد کردند. از همین رو ما بر اساس رویکرد طالبان که در ادامه جنگ استوار است، تاکتیک های خود را عرض می کنیم و حضور نظامی خود در برخی مناطق را بیشتر خواهیم کرد. یکی از دلایل عمده تلفات بیش از حد نظامی افغانستان، کاربرد غیر معیاری و غیر ضروری تاکتیک های نظامی از طرف اردوی ایالات متحده آمریکا در افغانستان است. این ضرور بود که سالها پیش این تاکتیک تغییر میکرد و آمریکایی ها باید تاکتیک های جنگیشان را معیاری بسازند و مطابق شرایط افغانستان بسازند. با این همه مقام های نظامی آمریکا اعلام کردند که در ماه های آینده برای نخستین بار 400 سرباز تازه نفس مربوط به گارد ملی این کشور به افغانستان فرستاده خواهند شد. گارد ملی آمریکا به قطعه سرشور است و کارنامه های خوبی در جنگ های جهانی دوم و جنگ عراق داشتند. نیروهای ما را حمایت بکنند از نظر هوایی یا اکمالات بکنند و بالای پایگاه های مهم دشمن عملیات ها را انجام بدن که موجب پراگنده شدن دشمن و اجازه فعالیت های اساسی را برای طالبا فراهم نسازند. نبرد امسال در افغانستان مرگبارتر از نبرد سوریه گفته شده است. نبردی که بر بنیاد اطلاعات نهادهای امنیتی روزانه به گونه میانگین جان 30 نظامی را میگیرد. تلفات گروه های مخالف دولت هم 3 برابر تلفات نظامیان افغان گفته شده است. راهبرد نظامی واشنگتن برای افغانستان هم که انتظار میرفت تغییرات به سود حکومت افغانستان در میدانهای نبرد بیاورد، اما با گذشت هر روز دامنه ناامنی ها گسترش مییابد. برای بحث بیشتر آقای جنرال لبیب، آگاه نظامی، آقای لیاقت علی فرامرز، عضو ارشد جبهه ملی مردم افغانستان و آقای عبیدالله بارکزی، عضو مجلس نمایندگان. دیر خراغلی سیب، شما بسیار خوش آمدین. بسیار خوش آمدین جناب سیب. جناب سیب، شما شروع میکنیم. در هر موسم جنگی وقت میرسه مخالفین حکومت افغانستان، اگر طالب هاست یا اگر 22 گروهی که دولت او را نام میگذاره، اما تکتیک جنگی خود تغییر میتن. خود ماتیس وزیر دفاع پنتاگون یا وزیر دفاع وزارت دفاع آمریکا میگه که در سال گذشته، در سال گذشته میلادی، طالبا عملات بسیار گسترده بالای نظامیان آمریکا و افغانستان داشتند. دقیقا توانایی طالبا تا این اندازه است که بتانند به این اندازه عملات بالای عساکر افغان و عساکر آمریکایی داشته باشند. نقص کار در کجاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر شما و مهمانان عزیز و بینندگان شنوندگان. یک ضرب المثل مشهور ما و شما داریم، میگه چه کردی که چی شدی. مثلا شما درس خواندی، امروز خبرنگاری ورزیده هستی، گذشته خوب داشتی، حالت خوب است. متاسفانه از امروز روزای اول اردوی ملی به غلط مسیرش گذاشته شد و به جایی رسید که امروز ما ببینیم که تلفات ما با این که ما روز به روز امو یک حدیث غلط در بین مردم کلیامین بتر، روز به روز بتر شده رفت. علت چی بود؟ که از ابتدا تعلیم تربیت درست نشد و امو معیارهای اساسی که باید یک اردوی در حال جنگ داشته باشه سری اردو عملی نشد. تعلیم تربیت بسیار یک وقتی محدود، با یک وقتی محدود و با یک امکانات محدود و با یک تمرینی بسیار کمی، مثلا
150 مرمی تمرینی ای از امروزه اول معلوم بود که اردو وازش با کجا می انجام و از طرف دیگه آدم به این حیران میمونه که امریکایی ها در جیب هر امریکایی یک کتاب است هنر جنگ یا آرت آف وار در جیب به هر دگروال امریکایی ما دیدیم وقتی که ما در قل اردوی ظفر بودیم امرای در اردوی ملی و در مرکز تعلیمی نظامی کابل هست در امی اولی از او نوشته است که یک فرمانده جنگ در کوتاه مدت ترین مدت باید در نظر بگیره اما من نمیفهم که چرا امریکای جنگ دراز کردن و به این حالت رساندن و به جای از اینکه روز به روز ما آموزش تجربه بیاموزیم و تجربه مردوی ملی بهتر شد متاسفانه استاد متاسفانه آقا جنرال شما یک نظامی هستین شما یک نظامی هستین در اول میگین که خب توجهی خوب نشد برای اردوی افغانستان در حالی که در اذهان مردمی است یگانه توجهی که صورت گرفته بر ارتش افغانستان توجه شده و دومی که ما جنگ جبهه‌ای نداریم طالبا جنگ جبهه‌ای ندارند جنگای گوریلایی دارند و جنگای در نهایت استخباراتی دارند و اکثر ضربات که هم چی در مرکز و چی در ولایات بر نیروهای افغان وارد شده اونمو جنگ‌های استخباراتی است که اونا روبرو شده هر جنگ ببینید ما هیچ وقت ما با جنگ جبهه‌ای روبرو نشدیم بله مسلم است که اگر طالبان بتونن جنگای جبهه داشته باشن خب یک دولتی که اونا چی میشن شکی نیست که اردو از یک مزیت و از یک موقعیت برتر نسبت به طالبان به حساب کمیت و کیفیت برتری داره اما از اساسی اینجاست که یکی از مشکلات ما بخشی طالب تربیت است یکی از مشکلات ما بخشی لوجستیک است یکی از مشکلات ما بخشی استخبارات است که چشم یک کردو و راهنمای اساسی یک کردوست که ما در این قسمت چی نداریم متاسفانه بسیار نواقص داشتیم به همین خاطر است که ضایعات ما زیاد است مسئله مهم دیگه است که شما جنگ طالبان فقط جنگ جبهه جنگ چریکی نیست جنگ چریکی است جنگ انتحاری است و جنگ تروریست است ما و شما اردوی افغانستان پرسنلی که از قبل مانده از نظام های سابق مانده مسئله است که در جنگ های چریکی اونا یک تجربه خوبی دارند و مجاهدینی که به اردو پیوسته اونام یک تجربه خوبی در جنگ های شریکی دارند این جنگ ها جنگ انتحاری و جنگ تروریسم است جنگ تروریسم مربوط میشه به بخش استخبارات که باید یک استخبارات قوی باشه که پیش از اینکه موفق شود دشمن باید ما در امو یک مسئله اساسی که در نطفه خان شود و در غیر از او وقتی که به محل رسید با این حالت انتحاری هیچ را گرفتنش چی نیست و ضایعات ما را بالا میره بنابراین باید اردوی ملی هم اردوی ملی و هم امریکایی و هم جامعه بین ملی که پشتیبانی اردوی ملی است باید امو تکتیک های خود ما سال ها در این شش ماه هفت ماه میشه که میگه ما از حالت تهاجمی از حالت دفاعی به حالت تهاجمی میریم اما ما هیچ تهاجمی ندیدیم از اردوی ملی هم اگهش واکنشی بوده مثلا مسئله غزنی یا مسئله قندز یا هم یک جا آمده طالب حمله کرده باز اینا واکنش نشان داده شما یک جنرال وزارت دفاع هستین مشکل در وزارت دفاع چیست چی مسائل است که به این اندازه تلفات افزایش پیدا میکنه؟ اما طوری قبلا گفتم با توجه به مسئله مشکل لوجستیکی، مشکل تعلیم تربیه، مشکل عدم ورزیدگی کادری، کشفی و مسائل دیگر در این حال مدیریت اساسی در جنگ. ما به نظر ما یک ذره مسئله مشهور ما و شما داریم که سری زاغ بوده نگرفته نمیشه ما فکر میکنیم به این حالتی که ما در نیروهای امنیتی مان پیش میریم با این مدیریتی که وجود داره با این فرماندهی که در نیروهای مثلا وجود داره جنگ ما پیش برده نمیتونیم خغل برعکس است تاس هم دیاغ مجاهدین و پرداله که هستی چی د ډاکټر سیب نجیب نظام و اونو منل او تاس د امغ یو برخه هستی او خغل جنرال صاحب هم دی یو برخه هستی په دې افتخار کوم چې د روس سره می جنگ کړی دی تر دا وخت پوری تر دا وخت چې ډاکټر نجیب د سولې خبره کړې د ما ټاک نه دی کړی ته د روزګان خلکو سپښتنه وکړه یعنی دی ما خپل بلکې دا خبره به درته وکړم چې روس وتلی دی ما په افغانستان کې بیا ټاک نه دی کړی ډیره مننه تشکر زه خبر جنرال صاحب نه وي پختم جناب جنرال صاحب خب یک چیزی که جناب وکیل صاحب گفتن خب اول باید دوست دشمن تفکیک بکنیم که دوست امریکا چی است با ما امریکا شریک است امریکا دوست است امریکا در حالی که فکر نمیکنین امریکا بیش از 4 میلیارد دلار برای نیروهای افغان میتر رئیس جمهور گفته اگر این پول در 6 ماه برای نیروهای افغان داده نشه دیگه افغانستان در سقوط است و کارهای کلان هم امریکا در افغانستان انجام دادن باور شما چیست
خب اینجا دو مسئله است که مسئله نظامی سیاسی است و یکی مسئله ایدئولوژیک و اعتقادی است. از نظر اعتقادی هم من به نظر من اگر این کدام مشکل می داشت علما کپای می زد، اما آنچه که ما می دانیم سه مسئله اساسی در انسان عرض است، نفس است، مال است. آل طرف که می عرض مرا، نفس مرا، مال مرا نابود می سازد، در این صورت مهم نیست که من از کی کمک می خوام. ای کفر و دین بعد از عرض و نفس و مال میشه. نفس بالاتر از هم، زندگی بالاتر از هم، آبرو بالاتر از همه چیز است. بنابراین حتی قرآن کریم هم میگه که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی دینی ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. خدا با اون عده غیر مسلمانایی که با شما نجنگیده، شما را از خانه‌تون دور نکرده، شما را نکشته، پروا نداره که شما با اونها معامله داشته باشین. ما میتونیم که با آمریکا و با هر غیر مسلمانی هم معامله داشته باشیم. ما این در اساس یک پروتکلی که درمون شده با او اساس اومده. میام سری مسئله بعدی. اصلا شما بفهمین استاد محترم که برنامه ریزی امیس بگذاریم از اینکه سه اصلی اساسی داره. مال است، تایم است، زمان است و جای است. ما هیچ تا هنوز نه امریکایی برای جنگ برنامه ریزی داشتن و نه دولت برای جنگ برنامه ریزی داشتن. مثلا ما میبینیم امریکا چرا جنگ جهانی دوم در 4 سال ختم شد؟ به خاطر از اینکه برنامه ریزی شد که باید ختم شود. چرا جنگ سریلانکا ختم شد؟ 19 سال جنگ بود در سریلانکا. چرا ختم شد؟ بخاطر دولت سریلانکا تصمیم گرفت که بعد جنگ ما در این سال مدت 6 ماه خلاص کردم. در این شک نیست که جنگ افغانستان در طی 6 ماه بدون هیچ نوع شک و شبه اگر جنگ شود برنامه ریزی در طی 6 ماه به جنگ این مسئله ختم میشه که او دیگه گپ داره که من نمیتونم اینجا بگم. اما به حساب صلح هم میتونه 3 ماه 4 سال شود. ما یک بار که در یک میزان انفورمیشن بود ما گفتم که این جنگ هم بر غلط روان است و این صلح را که اینا روی دست گرفتن این صلح هم بر غلط روان است. ما میتونیم مسئله صلح بگم که چه رقم صلح شود که زودتر جنگ ختم شود. بنابراین ما میام سری مسئله امریکایا و پولی که به ما داده. ما میایم با امریکا دو رقم بحث کنیم. یک بحث از اینکه امریکا یک تعداد مردم تربیت کرده، سر یک تعداد مردم سرمایه‌گذاری کرده، یک تعداد مردم پول داده، یک تعداد مردم جای داده، یک تعداد مردم اما یک تعداد همگی را خونه داده و همگی خود چی نشده. مثلا وکیل سی برادری ما آقای فرامرز یک تعداد مردم هیچ از امریکا مثلا ما هیچ از امریکا چی نداره، هیچ نه دان پراوی یا هیچ نه حق نمک نیست. حال ما بیایم با امریکا دو رقم حساب کنیم. یک رقم از او رقمی که اینا حساب میکنه که والله اگر امریکا برای ما ممبریم، والله اگر امریکا نتا ما در روی میدان میمونه، ما امریکاست که ما را نگاه کرده، در این قدر بد امریکا نبود، ما هم نگاه شدیم، ما خود نگاه کردیم، ما در این منطقه زندگی کردیم، ما نباید این قدر علیاذ بالله از امریکا فعال ما یشا بسازیم. او طور هم نیست. اما ما میایم سری مسئله اساسی، سری مسئله اساسی که باز امریکا چی بخویم. متاسفانه ما در بس هم محافل دیدیم امریکای خسته، مثلا جنرال امریکای خسته به جنرال افغانی تو گفته که ما 15 میلیارد دلار به شما دادیم، ما با شما یک کردیم، ما با شما یک کردیم. نمی یک جنرال نفس نمیکشه. در یکی از محافل ما خسته گفتم آقا تو به ما 15 میلیارد دلار مفت ندادی، ما 15 میلیارد ها دلار به تو منافع رسانیم. مثلا که وکیل سیب گفت شما فکر کنید که در قزاقستان به یک چی اینقدر پول میده؟ در جنگ عراق با بمبست آمد جنگ امریکا با صدام حسین. گفتن رای حل چیز، گفت رای حلی است که مثل که در شمال افغانستان شمال با ما هم نظر بود و ما از طریق شمال تو نیستیم که نیروهای شمال با ما کمک کنه، با جنگ هوایی خود کار نمیشه. هوایی و دریایی دو بالی نیروی زمینی است، باید نیروی زمینی باشه که برای یک جای اشغال کنه. در غیر از او از دریا و هوا هر چی بمبارد کنی خود کار پیش نمیره. بنابراین باید آنچه که در افغانستان شد ما هم اینجا اما مسئله را در نظر بگیریم. او به چی است؟ گفت کردها در شمال عراق با ما چی است؟ هم پیمان است. باید ما با اونا تماس بگیریم و از طریق اونا وارد شویم. اما او طرف ایران دشمن بود و او طرف ترکیه هم پیمان شان بود. از ترکیه خواستن که برای 15 روز یک سرک، یعنی جای خطی، جای چای چهار تیر موتره از دریای ایجه تا مرز کردستان عراق بدن. 60 میلیون دلار خواستن ترکا و اینا 40 میلیون دلار چی شدن. اما خب گپ دیگر رقم شد و چی صدام حسین سقوط کرد. حال ما میون پس سری مسئله اساسی خودمون سوال شما. ما باید دولت یا نیروهای آمریکایی یا ملت به یا بگه که شما یک تایم زمانی برای ما بتین، یک تایم تعیین که یک تقسیم اوقات که امی جنگ چند وقت ختم میشه؟ دو سال، یک سال بعد، شش ماه بعد، هفت ماه بعد. و با سال هم این شکل به این سال بگن که حالا شما بگن که اما هر چیز میاد داره میوه هم در یک مدت میان میپزه
اولادم در یک مدتی باید تولد بشه. شما چی میگین؟ شما فقط یک طرف جنگ امریکا میدانین، در حالی که جنگ در افغانستان، عربستان سعودی، ایران، پاکستان، چین، کشورهای نفر کوریای شمالی، کوریای جنوبی، هندوستان، این کشورها در جنگ است. باید ما کل نار قناعت بتیم که امی جنگ در افغانستان چطور میشه. مثلا روسیه، حال روسیه از اقتدار حکومت افغانستان میره با طالبان میشینه و با طالبان گپ میزنه. طالبان هم لبیک میگن ما میخوایم روشون جنگ کنیم آقای جنرال. فکر میکنین که غیر از امریکا نمیشه؟ یعنی باورتون این است که غیر از امریکا نمیشه؟ و شما فکر میکنین آیا روس می پوله به افغان ها میته؟ فکر نمیکنین که افغانستان می توانایی نداره؟ نه، یک چیز من حیث از فانتیز برایم، از حال آرمانی برایم. اگه یک چیز بسیار همونطور صادقانه صحبت بکنیم، صادقانه صحبت ما این است که آیا بر افغانستان ما جنگ های داخلی رو خوب تجربه کردیم؟ ما اینجا حکومت های ملک و طایفی رو خوب تجربه کردیم، کابل رو به گروه های مختلف هم تجربه کردیم. پس فکر نمیکنین که کسی نیز غیر 4 میلیارد دلار بر شما غیر ازی بته؟ این تو یک موضوع است. خب این به این موضوع نیست که ما از زیر ناو بخزیم در زیر ناو بشینیم. عین گپ میشه که ما وقت ظلم شده اول اگر هر رقم از همین حالت پیش بره. ما خدمت شما عرض کردم که این نمی که روسیه، امی روسیه چرا مداخله کرد؟ در وقتی که آسمان خراشی امریکا زده شد، کلی دنیا با امریکا هم نوایی کرد. حتی ایرانی ها، حتی روسا، حتی پاکستانی ها، حتی کلی دنیا که امریکا مظلوم واقع شد، سرش حمله شد و یک حمله بدون آگاهی و یک حمله بدون اعلان جنگ و یک حمله بسیار خطرناک که در یک روز 3000 4000 نفرش کشته شد. مثلا در واقع همه کس امی علتی همه ی میل لاکی خود شماری. اولا ما به معتقد نیستیم که همه کشورها درگیر باشه. اینا هم درگیر باشه، بسیار درگیری های جزئی است. مثلا آلمان هم فهمید که روسا با توجه به اینکه گذشته های دور دراز داره با ما و با مرز مشترک داره تاجیکستان و بالاخره روسا در این منطقه تجربه زیاد دارن. آلمان هم میفهم که چون در چی استخبارات نیستم که چقدر واقعا نفوذ داره در بین طالبان و در بین دیگر گروه های. مثلا وقتی که طالبان میخواین در روسیه خب ما مثلا خب این نمی همه این نمی مربوط میشه به دولت افغانستان، به دولت های افغانستان که در مدد بودن و به امریکا. تشکر. چرا اینا من یک وقفه میگیرم کوتاه، باز وقفه ما برمیگردم. از آقای فرامرز رو خود پرسیدم که واقعا این کشورهایی که ما نام گرفتیم و یا هم اینمی دوستی و دشمنی ما با امریکا چیست، و یا هم ما از استیج که میاییم آیا ما شریک جنگ هستیم یا نه؟ پا هیچ وقت امریکا ما را از چشم ندیده که ما شریک جنگ باشیم در منطقه. اگر شریک جنگ بودیم خب میتونستیم یک دو امراش بکنیم. یک وقفه میگیریم بیننده های عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، بعد وقفه برمیگردیم. بسیار خوش آمدین. شما بیننده برنامه نگرش هستین و بحث ما روی افزایش تلفات تکان دهنده نیروهای نظامی و امنیتی در افغانستان است. آقای فرامرز، باور شما در چی است؟ فکر نمی‌کنین جنگ ما به اندازه جهانی است یا گسترده است که تمامی کشورها زی دخل هستند، یا می افغانستان یک منطقه خوب به خاطر جنگ دیدن و زی استفاده میکنن، یا هم به باور بسیاری کسا که بر اسلامگرای ما افغانستان یک رای شده به خاطر رفتن به جنت و برای کشورهای ذیل منافع ای شده که افغانستان یک جای به خاطر خوب به خاطر به دست آوردن پول است. و غیر از امریکا چی میشد؟ غیر از امریکا وضعیت افغانستان چی خواهد بود؟ آیا ما میتونیم بدون از یک کشور حرکت بکنیم؟ غیر آلترناتیفی که امریکا است، ما دوگان کدام آلترناتیف دیگر داریم؟ با دیدی که امریکا است، ما یک مدیریت خوبی در حکومت داری نداریم و چطور میتونیم این کشورهایی که هم فکر نیستن ما یک آلترناتیف داشته باشیم؟ چین، روسیه، هندستان، هر کدام. ما قبل از اینکه به سوال شما بپردازم کوتاه اشاره ای دارم که مورخین که وکیل سر گفتن که بین دوست و رفیق ما فرق کنیم. وقتی وکیل سر میگه که ملگری، معنایش رفیق است. ما سخت باور دارم به رفاقت، اما امریکایی‌ها رفیق ما نیست. وقتی دوست میگم به این مفهوم است که آمدن از اونجا. اما عرض مدر کجاست؟ مقدس‌ترین واژه‌هایی است که ما استفاده میکنیم. ولی اینا هستن. ما شروع میکنیم از همسایه ما شروع تا دورترین هایش. میخوایم به سوال شما بپردازم که جناب حضرت، بیننده ما خوب میفهمند اینا. 40 سال است که فرزند افغانستان قربانی میشه. نه دوست ما تغییر خورده، نه دشمنی ما تغییر خورده. مشکل در کجاست؟ در دیروز که بوده یکیش در داخل بوده، امی 36 در بیرون بوده. امروز یکیش در بیرون است، 36 در داخل است. هنوز فرزند افغانستان قربانی هست. هیچ تغییری در این آمده. شما در نظر بگیرین که اگر بیم خیلی واقعی بنانه صحبت کنیم،
از اون مرحله تا این مرحله را یک کس هست، یک کشور هست که دنبال نابودی مردم افغانستان گرفته که پاکستان است. تیزهای مختلف را داره و هر روز امتحان کرده میره. شما در نظر بگیرن در زمان حکومت که امور خیلیم که وکیل صاحب اشاره کردن و واقعا خیلی خوب مسلط هستن سر سو هست. در دی روزی که حکومت دکتر نجیب الله یا رژیم سابق بودن، من امیدوار هستم که بحث ما کلی هسته، که بحث ما طرف خاص نداره. همین دوستای مجاهد ما بودن که پول پولجه خراب میکردن، مکتب خراب میکردن، شفاخانه خراب میکردن، بند خراب میکردن، پای برق. تفاوت نامده. امروز او دوستای ما آمدن عملا آدمای تکنوکرات هستن، اما جایزونو پر شده. طالب آمدن امروز پول پولچه خراب میکنن، امروز اولاد مردم افغانستان میکشن به جرم دولتی بودنش، امروز شفاخانه ما خراب میشه، امروز دوباره اولاد افغانستان قربانی است. اگر طالب هم بیاید دوباره تکنوکرات شوه، جای شارجی دایش است، و اگر دایش هم بیاید دوباره بدیل داره. بنا ان دوست و دشمن ما فرق نکرده. تفاوت در کجاست؟ در طی این مدت ما چی کردیم؟ به مسابه کسایی که فرزند واقعی از یوبخاک هستیم، دل ما سوخته به حال اولاد افغانستان، دل ما سوخته که ما وطن خود نابود میکنیم، دل ما سوخته که ما پول پولچک خود نباید نابود کنیم، بند آب خود نباید نابود کنیم، بند بر خود نباید بکنیم، که تمامش سرمایه خود ما هست. متاسفانه اتفاق نافتاده. امیاله، من یک بسیار کوتاه میگم، ما دیروز انتخاب کردیم سرنوشت نیم روز ما هست. امروز دوباره انتخاب میکنیم سرنوشت فردای خود رقم میزنیم. چی رقم میزنیم؟ تا زمانی که حسرت صاحب ما به خود نبیاییم، دوست و دشمن ما تغییر نمیخوره و قربانی مردم افغانستان است. بناهن چیز را که من عرض دارم به مسابقه ای که ما چطور میتونیم در افغانستان امور خیلی که وکیل صاحب اشاره کردن، مردم افغانستان مسئول ساختن کشور خود است. آمریکا به خاطر منافع خود آمده، کشورهای دیگه به خاطر منافع خود آمده، روسیه به خاطر منافع خود آمده بود. هیچ تفاوتی در این نامده که منافع چگونه تعریف شود، اما مهمی است که ما از این منافع به نفع مردم افغانستان چگونه سود میبریم. مشکلی از اندمی نقطهش است که در 17 سال متاسفانه هم آمریکایی‌ها در تاریکی روان است و هم دولت مردای ما در تاریکی روان است، که ما متاسفانه دید واضح نداریم که ما پایان زیر در کجا میبریم. اما رقیب جنرال صاحب اشاره کردن، شما در نظر بگیرین که امی پایان جنگ و صلح ما در کجا هست تا چی وقت؟ چیزی که بسیار مهم است، وکیل صاحب اشاره کرد، مردم افغانستان تا خودشان به فکر نبیاین، تا خودشان دنبال ساختن وطن خود نگیرن، تا خود ما نباشیم که بیایم اینجا پالیسی تر کنیم، اینجا استراتژی تر کنیم. وکیل صاحب از یک راه آمده، ما از دیگر آمدیم، جنرال صاحب از دیگر آمده، شما از دیگر آمدین، اما وطن ما مشترک بله، است. بله، خب یک دقیقه، شما مردم هم غم و شادی ما مشترک است. بله، پیشرفت و قهرمانی ما مشترک است. ما برای اینی که بتونیم وطن خود، هر دشمنی که داریم در بیرون از افغانستان، هویت ما چیست؟ اصلا سویر کوتا میخوایم اشاره کنم. پاسپورت ما رو که میبینن، ما به حساب افغانستان وحشت آفرین، تولیدگر مواد مخدر، بی قانون ترین که مردم دنیا و سومین کشور فاسد، این هویت ما هست. اما در درون افغانستان ما پشتون هستیم، ما تاجیک هستیم، ما هزاره هستیم، ما انواع مختلف مردم هستیم، در حالی که هویت بیرونی ما اینی هست. ما به خاطر از اینکه تغییر بدیم این هویت ما چی کردیم؟ صمیمانه میگم خدمت شما، چند شب پیش کرکت افغانستان در مقابل پاکستان بود، خیلی آرزو داشتم که ببره و ما بیایم حداقل این افتخار کنیم که اگر در میدان سیاست ما دشمن خودش کس دادن نمیتونیم، در میدان رقابت مردزی هستیم. متاسفانه یک مقدار سکتگی های ایجاد شد. حسرت صاحب گرامی، مردم افغانستان مسئول ساختن وطن خود است. آمریکایی‌ها آمدن منافع خود دارن، ما 4 میلیارد دلار خود ما چگونه استفاده میکنیم؟ شما در نظر بگیرید امروز در رهبری حکومت وحدت ملی تا انمی لحظه که ما اینجا ششتیم تقسیم قدرت خلاص نشده، از کدام آدرس کی میریم؟ در حالی که بسیار کوتا میتونستیم فرمول بندی کنیم که تماما شایسته های افغانستان، تمام شایسته های افغانستان از هر آدرسی که اومده، تاجیک است، پشتون است، هندو است، مسلمان است، دکترا داره، ماستری داره، بیاین برشون فرصت فراهم کنیم تو وطن خود بسازیم. اتفاق نافتاده. برادر ما ولو بی سواد است، آدم خوب است. یک کامنت اضافه کنم به صحبت هایتان آقای فرامرز، شما مردمتان درک میکنین دیگه، مردم شما از سال 1353 با فشارهای بسیار بدی روبرو شدن، زندان های پلچرخی، پلگون ها و یه از جمله مسائل بود که شد. بعد از مجاهدین کابل دیدین که با چه وضعیت روبرو شد و بار آخر طالبا که مردم سایید و از بین برد و این حکومت که در ولایت شما خبر دارین که مردم با چه وضعیت بد روبرو است. من چیز را که عرض میکنم کل از اونها هست. درستی که ما گرفتیم چی است؟
تمام مردم دنیای خط سرنوشت مشترک داره، هر کشوری که باشد. اینه بی بحران تمام کشورها سپری کرده. به شرطی که مردم شما به یک بلوغ سیاسی رسیده باشه. حالا عرضم در کجا هست؟ مردم افغانستان در پروسه دموکراتیک امروز یک فرصت متفاوتر داره. در قبل از این آمدن 20 سال 30 سال حاکمیت کردن، هیچ تغییر نامد. اما حالا ما فرصت داریم که ما برای فردای خود چگونه فکر میکنیم و امی هست سرنوشت ما تعیین میکنه. صمیمانه میگم نه قبیله آباد میکنه مردم افغانستان، نه هیچ نقطه افغانستان آباد میشه الا اینکه مردم افغانستان کلا آباد شوه. اینا دروغایی هست که هر کس به نفع خود استفاده کرده، قوم استفاده کرده، زبان استفاده کرده، سمت استفاده کرده، چند تا آدم چاق شده. اما امروز 100 هزار نفر 3 میلیون نفوس افغانستان گروگان گرفته. در نمی وسط ما کی هستیم؟ چقدر یک صدای متفاوتر بالا میکنیم که به نفع مردم افغانستان و فردای ما رو میسازه. من چیزی را که آرزومند هستم مردم افغانستان واقع بینانه رو بفهمند که هیچ قومی هیچ سمت در افغانستان آباد شدنی نیست که تمام افغانستان آباد شود. هر زمانی که ما رفتیم هر جغرافیای واحدی رو که جور کردیم بعد سر از اون جغرافیا کار میکنیم. اما امروز افغانستان سرزمین ما هست و ما مسئول ساختنش هستیم. آمریکا به خاطر منافع خود آمده، بله. نه به خاطر کار ما. خب شما از یک مردم گپ میزنین که این مردم به اندازه خسته و تک تک هستن که نمیتونن پیش هیچ کس امو صدای خود بکشن. من میخوام از آقای بارکزایی بپرسم. خال بارکزایی صاحب، د خلکو لدغه وضعیت نیستل تاسو په بحرانی وضعیت کې رهبران او لیدران ته اړتیا لري، چې مونږ متاسفانه او خلک ډیره وای چې مونږ نه لرو، اوس څه کول پکار دی؟ لکم زینب باید شروع شي. ګوره قربان، که اوس یو خبرو کو دا به خلک پر دې باندې تلقی کی چې شکایت دی، اوس په دې شکایت هم شرمیږم. لکه څنګه چې د افتی سور مشرانو خیانت وکړي د افغانستان لپاره، همچنان د اشتی سور مشرانو، البته نه د افتی سور خلک ټول بد و نه د اشتی سور ټول بد و، شو بد هر څوک لري. اما بدبختانه زه کابل په جنګو کې څو وخت دلته هم دا حالت ما ولیدی، یعنې تر اوسه پورې انجلۍ چې د مکرینو څه ځان راشوه کې زه په دا ورځ دلته په کابل کې سیل بینه ګرځېدم، په ټولو طرفو کې ګرځېدم. که اوس موږ ته یې برته د خدای سم امید وکړو، العیاذ بالله، چې نو خدای پاک زموږ سره هیڅ کومک نه کوي، او تکیه او توکل العیاذ بالله پر ترامپ باندې وکړو او یا پر دا یو څو څیرو باندې، نو دا مړ ملت ژوندی نه دی. ملت ژوندی دی الحمدلله، نه دی د اشتی سور پر ټولو مشرانو حساب کوي، نه دی پر ترامپ باندې کوي، نه دی پر روس باندې کوي، نه دی د افتی سور پر دا ملت ژوندی دی. ګوره په یو شي به زه درته وایم، که هر څه خیانت د خپلې خاورې سره د افتی سور مشرانو وکړي د روس په ګټه، دغه روس د خپلو دوستانو په پښو کې د دریشي ونیکر نه پرېښول، ځینې ویکښل لوڅ یې پرېښول. که هر څه خیانت موږ، البته د اسلام دین زموږ افتخار دی، اما نور چې موږ د امریکا په ګټه هر څه وکړل، دغه امریکا زموږ د پښو څه پتلون وکښي موږ یې پرېښول. که هر څه طالب د پنجاب په ګټه وکړل، والله پنجاب لس واره تره بتر د طالب ونیوی کالی ځین وکښل، امریکا ته په پا پاکستان کې لا په لاس ورکړي. نو اوس دغه ملت باید پوه سي. تا جنرال صاحب یو ښې نقطې ته اشاره وکړه، یعنې که اوس دغه څو کسان چې دا دلته دغه جنابان سته چې د اولادونو و ماینې و سرمایې په خارج کې دي، دی دلته ناست دي او 15 پړه سیمیټي دیوالونه پر ځان راګرځول دي. یعنې که دا سبا ارزی الله علیه السلام رالی د دې سره تشبیه حساب وکړه، دی ولې یا بهشت ته ولاړو یا جهنم ته، هغه د خدای پاک کار دی. دا ملت په نوباره بیا څه کوي؟ کډه به باری موږ وایو چې در هر وخت اوس الحمدلله زموږ ځوان نسل لوستی دی. د افغانستان په تاریخ کې موږ دوغنې قدرونه نه درلودل لکه اوس چې لرو، دومره ماستران موږ نه درلودل. اما هغه وخت یو انګیزه د وفاداری د خپلې خاورې د پاره موجوده وه. ما دا کیسه بل وخت هم کړې ده، داسې نه ده د ټول وخت د خپل خلکو په ذهن کې دا مور کوي چې که د امریکا 10,000 روپۍ نه وي نو د افغان بچی به خپله مور خپله خاوره نه ساتي. قطعا داسې نه وه. پلار و مور به په دواړو مزدوري کول، پیسې به برابرولې، بچی به دوه کاله د مکلفیت دورې ته لېږي.
په ټول افغانستان کې که پنځه ورونو غوږ ونیسم پنځه ورونو ته مکلفیت دورې ته د جنرال صاحب په یاد کې به یو هغه څوک چې دی به بېکسه و چې هېڅ شرعي محرم بیې نه درلودې د بېکسۍ مجله به یې وکړه او هغه محصلین چې په پوهنتون کې به و د هغو دپاره یو کال معاف یو کال د پوهنتون محصل هم چې دوه ویشت کلني به یې پرکه واته خدای پار دی دا خو ګوره دغه امریکا دا څلور میلیارده درکوي دا روزمره دغه قدر تیل درکوي دغه قدر مرمۍ درکوي شل کاله بعد د امریکا اوس بیا څه کوي څلورس کاله بعد د امریکا اوس بیا څه کوي دا اوس تا ښه په پراخ ګوره و دې ځایو ته راسې اشاره وکړه توکل م پر خدای دی امریکا د خانشین په ولسوالي کې د هلمند څه ضرور لري چې هلته میدان جوړ کړی دی نه زما وزیر ورغلی دی نه زما جنرال نه زما وکیل نه زما سناتور نه زما سیاسي نه زما په اصطلاح مدني نه زما علمي دین د امریکا لس دا غټې تیاری کښېني ولاړېږي زما سره یوي دوست ته اوس بیا د ښکاره کړم چې څنګه دغه تور شیان دا کاږي زه خو نه پېژنم انجینر نه یم چې چا راته وویل چې دغه لیتیم دي او څنګه یې بسته بندي کوي راته ویلي چې دغه دي او څنګه یې په تیارو کې اچوي او وروره زموږ ملک راسه چور کړي د کونړ اوبه به پاکستان نوشي جنګ کوي د هلمند اوبه به ایران نوشي جنګ کوي د امو اوبه به پر هغه لار ځي زه خیر به معدنونه به امریکایان زه د یو بل شي څه ډېر بل بیرېږم بل ترس و حراس لرم دا ښه دي چې ټول په خبر سي او زه مستند سند د دې خبرې لرم جناب جنرال صاحب دا د پاکستان دا د ډیورند دا دغه چې دی هر وخت را مخته کې بیا زموږ ولسونه ورسي البته موږ سره داتو کې اسکار نه لرو ولسونه ورسي یو کور ودانۍ د جنرال رازق کوان د مورشي دی داسې کومندان ورل یادې ورټولې کو د درو سره ولسوالۍ دی ورچپک دغه کې ما بحث وکړ ما په دې کې دی څه حکمت لري چې یو دوه کیلومتره را مخته سي خو غر دی خو هېڅ شی نهشته وطن بیا دغه هغه راته وویل داسې یو چا راته وویل چې هغه د افغانستان په سطح یو څوک دی ول زما نوم به نه اخلې یو ځای ول دا روسانو هم کشف کړی و ظاهر شاه او داود خان حکومت کې څوک نه و په خبر روسانو لږ کشف کړو امریکایانو مکمل دلته موږ دومره د طلا دی معدن لرو چې په دنیا کې نهشته ول اته سوه زره تریلیون میلیارد ډالر قیمت لري دا طلا دا چې په کټ داسې مخاردار را دی خواته سو پاکستان به یو دم شورا امنیت کې په ملل متحد کې عریضه وکړي امریکا او انګلیس په تایید کې دوی قرارداد کړی دی دغه یو میلیارد اشاریه درې سوه میلیونه ډالر د داسې مخاردار امریکا ورکړی دی پاکستان ته دا بس تایید کړي نو پر دغه ځای کار شروع کړي درې قسمته دی اوس دغه قرارداد سره امضا کړی دی درې قسمته امریکا وړي یو انګلیس وی پاکستان د خدای پار دی تر څه وخته به موږ دا نارې وکړو امریکانه موږ به تباه کېږو هیڅ بله هم ولا کوي ولاکه طالب ما وخوري یا ولاکه موږ طالب وخورو نو ولاکه د طالب پلار دا وکړي چې دا ګرد ملت په ختم کې دی به راځي بچې به کوي تجربه وازمایل که نه دا ګوره دغه چې ویل جنرال صاحب آیات شریف وایي چې د ټولو کفارو سره ته یې دادو ګیرو ته معاملات کولی شي چې ستا سر و مال په امن وي ولاکه مي اثر په امن دی دغه په دا اووه نقطو کې چې دا پرون وسول دا کوچني بچیان یې په بمبار کې مړه کړل نو کم سر مو په امن دی کم مال او کم ناموس ډېره مننه ډېر ښه راغلی نه مو پاکستان دوست دی نه مو امریکا دوست دی نه مې روس زموږ ګوره زه د دوی شکیله نه کوم زما خپل سیاسي مشران زموږ دښمنان دي اصلي اساسي ډېره مننه بسیار چند ثانیه فقط هم یک مسئله را زمینو که خب اینجا کودتا شد خلق پرچم خلق پرچم کجید پرچم گره خرتن در چکسل کجا شما بدن در روسا روسا را آوردن اینجا وقت امر ای است و بعدی مسئله از نظر دو نظر دیگه همین تکنوکرا توی کو من متاسفانه صد متاسفانه که دزی با چراغ مطار خوبتر میبره ما هیچ از این تکنوکرا تو هیچ چیزی ندیم ما یک گپی اساسی میزنم خدمت شما ما از امی امریکا مالیزیا را مثلا ما مثال بزنیم بهتره باشد که سری دلبران گفت در حدیث دیگران مالیزیا را ما مثال بزنیم مالیزیا از امریکا استفاده کرده خوب استفاده کرده کره جنوبی از امریکا خوب استفاده کرده بسیار تشکر دیگر... من گفتم باید قطع کنم چون وقت ما را قطع میکنن اما بعد دیگه بحثات منی بحثتان میگیریم بحثتان تشکر جناب جنرال صاحب بیننده های عزیز از شما هم تشکر که تا ایدم با ما بودین برنامه همین قدر بود تا دمی دیگر شما را به خدای کریم و رحیم میسپارم الله یار مددگارتان